مسئله یا اصطلاح؟ این دیگه ته ضرب المثله. میشه تعویض کنیم؟ خیلی صفر گرفتم از نوع نگاه امیر جان. میگم کمکتم نمی کنم. ما چرا دقت میکنیم؟ آخه دفعه قبل هم کمک نکردید آقای پورسو. نه الان کمک میکنم. دفعه قبل که کمک نمیکرد ولی الان کمک. چقدر وقت دارم؟ یک دقیقه زمان داشتی. خیلی آقا من بخونم برای شما. علامات جوش خون لب شیشه جان درون. بله الان فهمیدم خونه کسی را داخل درون شیشه کردن. این الان اصطلاح هم نیست خدا شاده. نه دیگه این ضرب المثله دیگه. ضرب المثله خونه کسی را داخل کربلایی واقعا. من به خود این کار تا حالا تو عمرم نکردم. نه راست نکردم. نسبت بهش علمی هم ندارم. من وقتی نکردم. آقا من میتونم ضرب المثل به صورت شفاهی بهشون بگم؟ آره آقا. آره آره. شفاهی میگم. اینو دیگه مطمئنم شنیدی چون فکر میکنن با توجه به خصوصیات بازی اصلا یعنی تخصصم داری فقط یه دهن هست آقا کلمه گفتین ده. آقا من یه ضرب المثل شفاهی میگم. چرا؟ بله منم متوجه شدم چون خونده بودم. آقا گفتم بس چرتش کنم. یعنی شفاهی میگم بچه‌ها ضرب المثل شفاهی عرض میکنم خدمت شما. بچه‌ها صدا میشنوه. این دیگه خیلی راحته. برای شما هم خیلی راحت بود. باش. باش. این دیگه آره حالا ضرب المثل هم نباشه ولی دوست دارم به فضای الان نزدیک باشه. باش. به سن ما. بچه‌ها ضرب المثل اصطلاح یا واژه‌ایه؟ بله این اصطلاحه. یعنی آره اینجوری که. خب برم الان. برو. خیلی هم تخصص دارید هر سه تاتون توش. مخروطیه؟ نه در دبه. در دبه بازه حیای گربه کجا؟ نه این که نبود. ادامه دبه ترشیه. دبه طرف داره دبه میکنه. طرف دبه کرد. این آقا ما خوبیم. آقا قویم. این یعنی چی؟ یعنی این گروه میتونه حدس بزنه. اما اون کسی که پشت این گروه اینجا هست میخواد که بزرگترها با اب نداره احترام به بزرگترها واجب میخواد ولی از همین الان بگید که اونا قرار برنده دیگه بازی نکنن بدونیم 300 امتیاز به حسابشون محفوظ نگه میداریم چون هم دبه کردن رو درست بازی کردن هم درست انجامش دادن. بریم سراغ تیم بعد. آخه نگاه کن شما ببین میگید دهانش چفت و بس نداره اینو کمتر استفاده بعد اصلا دومیه یه کلماتی بود که نمیتونستیم بسازیم درون شیشه نبید. آقا شما به چی اعتراض داشتی؟ به اینکه درمون مسئله‌هایی رو انتخاب کردن دوستان که الان توی ما رو هیچ مغازه که ما رو ببازونن توی هیچ مغازه این نبود عطاری پیدا نمیده. خب ارتباطش به تیم رقیب چیه؟ اینی که به نظر میرسه در همین ابتدای برنامه تون هم بگم به نظر میرسه از اون نوع معرفی که آقای پورسخ از اون بر انجام دادن و هی گفتن که عزیزانمون رو پیش کسد ما که قطعا قبول داریم ما که تیم کارگردانی اینجا به ارمان نفر داریم عطاری دنبال ضرب المثل نتونستی جواب بدی چقدر آقای پویا پورسخ درود و عدالت جانب عدالت کمک کردن و جانب عدالت چند ثانیه پیش حرف دیگه ای زدی چند ثانیه پیش حرف دیگه ویدیو چک میکنم عالی بریم سراغ گروه شرکت کننده بعدی تیم مقتدر و قدرتمندی که به نظر من از همین مرحله نشون دادن که قطعا حقشونه که برنده باشن تا الان خیلی خوب عمل کردن. بله آقا اصلا چقدر آسونه این نگاه نکردیم خیلی آسونه. بریم آقا بریم یاد بدیم به این جوونا که با غر زدن چیزی درست نمیشه. خواهش میکنم جوه جلسه رو با هم نزدیم. خیلی متشکرم. فقط نمیدونم اونو چه جوری هر جا مشکل خوردی من هستم. هر جا مشکل خوردی من هستم. بریم بله بفهم. آدم با وجنات احوالات رودیات دخالت نکنیم.
مردن. آره رجب فقط باید خواهش کنم لب نزنی. آره بقیه رو ایراد نداره. نه اون یعنی... اون فقط بود. آره ببین بابا نمیذارم ها وقتی ما نمیذارم حواس تیم رو پرت میکنم. اصلا معلوم نیست جان. خب وجین کردن کشاورزی از اون ور از اون عالم. آره جان من اینجوری بازی. آره آره من همین ادامه بدیم ناخواسته لبم ولی آه اونو انداختی یعنی میخواستی لبتو نبینی؟ نه ولی ادامه بدین همینجوری که نبینیم تو ناخواسته لب میزنیم. مردن مردن خب مردن رو فهمیدیم خب خب بابا جون جون چجوری قد بگم آقا آقا نه گوشتنن جون رو همه به همین راحت جون به لب رسیدم به همین راحتی که گفتی قربون کنم جون رو به اسرائیل نمیدن چجوریه اسرائیل رو دارم میگم آه اون اسرائیل اسرائیل یه جور دیگه نشونه نه اسرائیل این لحظه که بهتون من اشاره میکرد احتمالا من گوشت گفتم ببین مخوام بگم آقا میاد میکشه آقای اون اون آقای چیه ببین بسید قبلی رو دیدین چقدر بهونه آوردم به همین راحتی بود بله ساده متوجه شدیم چقدر ساده بود آقا ما همین الان بقیه مرمانی الان با این که با این که مهران گفته باز من نمیدونم چی بود اون رو گفتم اسرائیل مثلا نیدوی ترسناک اینجوری گفتم اسرائیل خود اسرائیل اسرائیل رو نمیشه نشون اصلا لزومی نداشتی رو بندازیم ما خودتو میبینیم اینی که اون داس اسرائیل تو این دیگه داس بودون مخواستیم اون داس امیر واقعا درست میگفت میگفت لباهنگ اجرا کردن یعنی واقعا یه کلیپی بود نه آقا آقا یه فرصت در اختیار اجازه بده اینجا این عدالت برگزار میشه ببین هم جون هم اسرائیل دمادی نداره ما بگیم اونه مهران عزیزم اینو می‌خواستی بگی یعنی جون آقای رجبی من دوست دارم بعدیو به احترام این که بالاخره هممون یادمون هست تو روزای کرونا اولی نفری که حالا زنده بود دل به دریا زد و رفت کنار دوستانی که درگیر بودن در این قضیه و کادر درمان شما بودی من ازت می‌خوام یه خواهش بکنم جونم حالت با چه ضرب المثلی خوبه نگو به ما همونو اجرا کن یعنی اینقدر اصلا میخوام بله یکی در میون چقدر آقا 400 300 اصلا از همین الان حالا دومی رو میگم اگه نماد داشته باشی میگم ببین هر چی دوست دارین ولی نگین وسطاش مثلا اونو چه جوری بازی میکنم مثلا آره باشه سیب سرخ دست چلاغ میافتن آخه اون نداشت اون هر چی دوست ما رو گیج کرد بسیار سوال سختی بود و بسیار من بهتون حق میدم دوستان طرح سال من معتقدم که میخوان جانب تیم قبلو داشته باشن آفرین آفرین بریم ضرب المثلی که خودتون دوست دارید آماده این خودم الان یه ضرب المثل تو ذهنتون داشته باشی آره بریم شروع میکنی عالی بود این دیگ به اون دیگ میگه روت سیاه بابا نبزن من بگم بیدشون میده من هم من با تیم شما خود آقای رجبی هم میزن مثلا بیدنید نبزن بابا شما رو بی تعییم کردن نه داشت این رو رو تازه می اومد آقای آسیا پوشون میگه درو پوشون میگه دیگ به دیگ میگه روسیا آقای اینجوری جد آسیا باید 5-6 ثانیه تحمیل نه اینجوری میگه چفت بشه نه همونه بابا دو تا پرچه میگه چفته ای آره همون... دو تا فرصت حالا ما آسیا رو میگفتم ناعادلانه دو فرصت به تیم قبل دادم الان فرصت سومو میدم به شما که برابر شه خواهش میکنم اعتراض نکنید آقا چرا شما گفتی ما میگفتیم من همین دارم عرض میکنم نه من واقعا خواستم ببینم خیلی درست بود برو بعدی بریم بعد بعدی رو خودم فکر کنم آره یه ضرب المثل عین الان دیگه من میگم بعد از 10 ثانیه اگر دیدن ضرب المثل تایید میکنم خوبه من یه چیز بگم اینا بیشتر از ما حرف میزنن تشویق بفرمایید تشویق نکته راست میشه اینجوری آره عجب یه ضرب المثل به من بگید لطفا تو گوشم خودت بگو من چی الان یه ضرب المثل بله بله میگم دیواری کوتاه‌تر از من پیدا نکرد آماده این آره بریم
خواهش این یه دونه رو طبق قوانین اجرا کنیم. آقا اینو سکوت نکنن من 3 دقیقه اضافه میگیرم. من واقعا کارت زرد و قرمز هم توی بازی های اینجوری شما به عنوان داور میتونی وقت اضافه بگیری. من کام بله صلاح دید داوره. 18 دقیقه برای حد زدن به این ضرب المثل. بریم. دیوار کوتاه‌تر است. من پیدا نکردم. راضی هم ازتون. بسیار سخت بود، یکی از سخت‌ترین ضرب المثل‌های دیدم. آقا خیلی خوب بازی کردی. خیلی اگه کرونا نبود ما بغل تیم ما رو داریم می‌برد. خیلی خوب بازی کردی. حالا میگفتی مثلا دیوار نمیشه. اما اول کار این گروه با شایستگی نشون داد که لیاقت برنده شدن این مسابقه رو داره. بریم سراغ مرحله بعد. این چیه؟ من هشتمی هستم. ببین البته اینجوری میکنیم، اینجوری که میگه یا شیشه است یا دیواره، یه چیزی ها. من گفتم دیوار. دو تاشو میگه. آقا اینا ناراحتن. این جوونا تشخیصشون متاسفانه غلطه. ما درست تشخیص دادیم. شما مردم میتونید قضاوت کنید که پارتی بازی بوده یا نه. در عرض 5 ثانیه تشخیص دادیم دیوار کوتاه‌تر از من. تو دیوار چیزی نشون میدادی؟ چی؟ دیوار آجر میشیدم. نه چیزی نشون یا شیشه یا دیوار. که اینجوری نشون دادی دیوار آه بندایی ما میفهمونی که بندایی ایشون دیوار اینجور نشون داد. من تشخیص رو میدم اینجوری کرد یعنی کوتاه. این یعنی چی؟ آقا اون شرطه باشه. این یعنی چی؟ آقا اونو نتونستی دیگه. سید اعتراضت به چی بود؟ اعتراضت به چی بود؟ ما اعتراضی نداریم. ما درست تشخیص دیم. بله ما بودیم اعتراض نداریم. سید جواد اجازه میفرمایی؟ آقا رجب اجازه میفرمایی؟ با اجازتون. خیلی خوب. هوای ما رو داشته باش. خواهش میکنم. بریم. خودتون میدونید که شانس نقش زیادی رو توی یک مسابقه میتونه ایفا کنه. معتقدم که داریم با تیم این بازی رو آغاز میکنیم که قطعا دیر این شایستگی زیادی نداشته با چاشنی شانس خودش رو به این مرحله رسونه. اصلا مشخص نیست که مجری در حقیقت با تیمی و کسی و جانبی و دست شما نگاه کن حقم دارن یه مقدار شخصیت اول شروع کردم که مجید جان مسابقه اون نیست. مجید جان یه چیز دیگه. بابا بریم آقا شخصه